بفرمایید، با شما هستم. سلام عرض میکنم خانم دکتر. سلام خانم، حال شما؟ قربان شما، متشکرم که این وقتتون رو به من دادین. خانم دکتر، من سوالم از شما در ارتباط با روابط زناشویی و ارتباط به خصوص در ارتباط با مسائل ارتباط زناشویی حتی در زمینه جنسی به خصوص منظورم هست، در دوره میانسالیه. من خودم 55 سالمه، شوهرم 59 سالشه، مدت 30 سال هست که در این ازدواج هستیم و حاصل ازدواجمون هم یه فرزند هست. بعد مسلما الان دوره ای رو که به قول معروف دوره منوپاز رو شاید طی می‌کنیم یا ازش گذشتیم، و الان به عنوان دوستان خون برای همدیگه هستیم از لحاظ فکری و از لحاظ روابط انسانی. میشه گفت که از با هم صمیمیت رو وجود داره بینمون، ولی اون پشن و اون روابط عشقی به مفهوم واقعا جنسیش میخوام بگم وجود نداره و واقعا نمیدونیم اینو چجوری میشه حلش کرد. به خصوص من اینو در ارتباط با همسرم میبینم که اصلا علاقه نداره، تمایلی نداره و یک بحران شده. حالا من دارم خب اجازه بدید که اجازه این رو آیا عادیه در همه روابط واقعا وجود داره؟ اجازه و چی کار میشه براش کرد؟ اجازه میدید من چند تا سوال از شما بکنم؟ بفرم. بحران از جانب شماست، چون او که مشکلی نداره با این مسئله، یعنی او رفاقتشو با شما داره، دوستیشو داره، مهرورزیشو به شما داره، ولی کن سکس نمیخواد، نمیتونه داشته باشه. درسته؟ درسته. پس این شمایید که به علت نداشتن رابطه جنسی و پشن یه کمبودی رو احساس میکنید. درسته؟ بله. خیلی خوب. حالا بذار که من اول دو تا چیز رو بگم. یکی این که آیا شوهر شما هیچ وقت مبتلا به بیماری قند بوده؟ نه خیر، نبوده. اون اتفاقا الان بهتون میگم، خودش هم داره این مسئله رو، این صحبت ما رو گوش میکنه. اگر سوالی هم داریم میتونی از خودش هم بکنی. نه این نداشته و الانم البته از این موضوع خودش رنج میبره که این رابطه به اون شکلی که قبلا وجود داشته نیست و این احساس رو نداره. اینطوری نیست که خودش هم ازش خوشحال راضیه. آها. ولی خب چه کار کرده برای درمانش؟ خب خیلی از نظر پیش دکترهای مختلف رفته و ثابت شده که از نظر جسمی سالمه، از لحاظ مسائل مربوط به فیزیکی سالمه. منتها احساس و درکی که وجود داره اینه که احتمالاً شاید دچار یه دپرسیونی چیزی بوده که این احساس شدید ایجاد شده و حالت خودرفتن و عدم علاقه اصلا به مسئله جنسی درش ایجاد شده. ایشون هیچ وقت از قرصای SSRI یا قرصای ضد افسردگی استفاده کردن؟ نه خیلی، هیچ وقت استفاده نکرد. استفاده نکرد. چه چیزی سبب شده که شما فکر کنید شاید مشکلش ناشی از افسردگی باشه؟ خودش این رو بیان میکنه و این رو از حالتهاش هم میشه فهمید که واقعا من شایدم یه مقداری همین حالتهای طبیعیه که مردها بیشتر تو این سنین که قرار میگیرن دلشون میخواد تو خونه باشن، دور بیشتر از بیرون دوری میکنم میان تو خونه، ولی مثل این که در ما زنها مثل این که یک نوع بلوغ دوم به وجود میاد، دلمون میخواد بریم بیرون ارتباط اجتماعی داشته باشیم. یک حالت شاید حرکت عکس زندگی گذشته به وجود میاد. من خودم همیشه فعالیت داشتم، بیرون کار میکردم، الانم کار میکنم. حالا اجازه بده من یه دو سه نکته رو اینجا بگم. اولا حالا این ممکنه به نظر بعضی از آقایون عجیب بیاد، ولی جالبه که این مسئله رو بدونید که هورمون جنسی یا بالانس جنسی، میدونید هم در زن هم در مرد هر دو هورمون زنانه و مردانه وجود داره و زن تستوسترون منظورتونه؟ بله تستوسترون. بله هورمون به اصطلاح جنسی زنانه و مردانه در هر دو
جنس وجود داره. حالا بله. موقعی که خانم ها به سن مناپاز میرسن و هورمون زنانشون افت میکنه چون داره دیگه میره به این سمت که دیگه تخمک تولید نکنه و دوره باروری و اینها تمام بشه دیگه، هورمون زنانه افت میکنه، نسبت هورمون زنانه به هورمون مردانه عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی هورمون مردانه که هورمون خواهندگی های جنسی و به اصطلاح یک نوع اکتیو سکشوالیتی هست یا فعالیت های جنسی فعالانه هست، این در خانم ها به دلیل پایین اومدن هورمون زنانه، یعنی بیشتر خواهندگی های جنسیشون شبیه مرد ها میشه و درست خانم ها بعد از دوره مناپاز دوره فعالیت های جنسیشونه و دوره شهوانی شدنشون فرا میرسه اگر به زوجشون علاقمند باشن و اگر در دوره های قبل آسیب های جدی ندیده باشن به طور طبیعی. ولی در مردها هم هورمون زنانه یا مردانه هورمون جنسی یعنی تستوسترون افت میکنه و چون افت میکنه اون وقت در اونها تمایلات جنسی به دلایل شیمیایی پایین تر میاد. بسیاری از موارد علت این که این مردها سراغ زنهای جوون به اصطلاح خیلی سرحال پرنشاط میرن برای این هست که دیگه چیزهای عادی اونها رو تحریک نمیکنه، بنابراین دنبال یه کسی میگردن که اونها رو به اصطلاح تحریک کنه یا اون کمبود اونها رو جبران کنه، اونها رو سرحال بیاره. یعنی بسیاری از مواقع زن جوون نقش وایگرا رو بازی میکنه برای این افراد. حالا این که چه باید کرد، خب میدونید که الان قرصهای مختلف هست، مثلا سیالیس الان یکی از اون قرصهایی هست که حتی به مدت طولانی این تمایلات رو بالا میبره. من ربطی به شوهر شما نداره و به کیس شما نداره. گاهی اوقات بعضی مردها به دلیل روابط بیرون از زناشویی نسبت به همسر خودشون بی‌رغبت میشن، که امیدوارم در کیس شما حتما اینطور نباشه، ولی این هم از اون مواردی هست که به طور بالینی و کلینیکی ما میبینیم که اون وقت مردها دلایل مختلف و عذرهای مختلفی میارن، من اصلا دیگه مرد نیستم، من کمردرد میگیرم، من اصلا ناتوانی دارم، بابا چی میخوای از چیزم، من تو خورخور میکنی، میخوام اتاق خوابم رو جدا کنم، دلایل مختلف. ولی وقتی که به تهش میرسیم این هست که خب یه شیطنت های اون پشت وجود داره. حالا خیلی جالبه. نه البته این در مورد ما صدق نمیکنه. بله، ولی خب این کیسا گفتم در مورد خیلی جالب. بله خیلی البته بی انصافانه است که در واقع این خانوما هستن که بایستی که همسران خیلی جوان تری داشته باشن. خب در واقع به این سن میرسن شوهرانشون در واقع هنوز مراحل دیگه رو طی بکنن تا اینکه برعکسش میشه. خب حالا یکی از اون ظلمای دیگه ای که من فکر میکنم که شامل حال خلاصه زنان جهان میشه. حالا خلاصه این که الان میبینید خیلی رایج شده که خانم‌های تو سنین بالا با مردهای جوانتر ازدواج میکنن، به خصوص خانم‌هایی که امکانات مالی و موفقیت‌های اجتماعی دارن، یعنی به قول چیز اون شعری که میخونه خانم گوگوش با یه آقای نمیدونم بازی کلاغ پر، حالا زنا اینور مردا اینور، حالا برعکس، حالا اینم واقعا یه خود برعکس هم شده. ولی خب چیزی که خب البته واقعا مسئله اینه که خب روابطی که هنوز اون توی این سنین بالا که میرسه از یک کیفیت خب واقعا برجسته تری برخورداره، روابطی که تونسته ثابت بمونه و دوستی های عمیق‌تری به وجود بیاد. بله. ولی واقعا این یک موزله. من اینو به نظرم میاد که حداقل کمک های بیشتری میتونن
در واقع زوجها در این سنین برای خودشون بکنن؟ بله. با این ببینید طبیعتش چند... که شما میگین نسبت این تستوسترون در زن تفاوت میکنه، چند عامل ترشحش در مورد مردها یه جوری کم میشه، مال زنها به نوعی نسبتش میره بالا. خب این عدم تعادل رو چگونه باید در مقابلش بیستن و چگونه چیکار بکنن؟ نکنه شما میخوای پیشنهاد کنی که زنا تعدد زوجات رایج بشه؟ من نه همچین چیزی معتقد نیستم. من معتقدم هر دوتا باید در همون شکل مونوگام بهترین شکله. بله، حالا اجازه بده. من هنوز بهش معتقدم، ولی خب اگه قراره که از اون ور باشه، بله، اگه هر چیزی برای هر دوتا باشه. ببین من ممکنه الان دارم با شما که حرف میزنم یه حدسای دیگه هم میزنم و فکر میکنم شما اینقدر انرژیت بالاست که ممکنه شوهرت عقب نشینی کرده. اینم میتونه درست باشه. بله میتونه واقعا، چون من همین الان میبینم که من دیگه دارم سکوت میکنم. چرا؟ برای اینکه شما اینقدر پر انرژی صحبت میکنی که من در گفتگو عقب نشینی میکنم. حالا در سکس هم اگر شما اینقدر هایپر باشی و پر تلاش باشی و پر انرژی، اون طرف ممکنه گرفتار اختگی بشه. حالا بذار که یه نکته رو با هم مطرح بکنیم و اون اینه که علت کاهش قوای جنسی در مردان این عناصری که میگیم هست: یک، بیماری های بدنی مانند دیابت یا زمینه های ارثی برای افت شدید هورمون جنسی. این از آن. دوم، افسردگی، همونطور که خودت اشاره کردی از عوامل مهمش است. سومی، کار شدید و خستگی و فرسودگی. یک عامل دیگرش مسئله مصرف مواد مخدر از جمله تریاک یا حشیش یا مواد بهش میگن دانر که پایین میاره انرژی به اصطلاح جنسی رو. اینم باز یکی از مواردش میتونه باشه. یکی دیگه از مواردی که مردها قوای جنسیشون آسیب میبینه یک به اصطلاح پیامد ثانویه‌ای هست در پاره ای از بیماری هایی که همراه با فشار خونه. این هم باز از اون موارد هست. بهترین کار این هست که اون وقت، یک مورد دیگرش هم کسانی که هایپوتایرویدیسم دارن، یعنی کمکاری غدد تایروید دارن، اینها هم کندی یا بیمیلی یا سردمزاجی بهشون دست میده. بنابراین من توصیه‌ام اول اینه. حالا یکی دیگه هم آخری که مردای ددری و دله که صفاشون رو جای دیگه میکنن وقتی به غذای خانگی میرسن سیره. حالا ولی بعدم میگن عزیز بشینه کنارم، عزیز بشینه کنارم. بله، عزیز بشینه کنارم. خیلی خوب. حالا خب عزیزای حالام که خیلی نمیشینن کنار. نه دیگه تموم شد. اون ممرم لولو برده. خود الحمدلله. حالا شما اینقدر با من حرف بزن که آخر منو به عنوان مفسد فلعرض اسممو ببرن تو لیست سیاه. حالا برگردم به این مسئله. بهترین کار اینه که یه مدیکال چکاپ کامل بکنن همسرتون و ببینن علت مدیکال داره یا نداره. بعد از اون میتونن با یه روانشناس صحبت کنن ببینن آیا افسردگی یا اضطراب وجود داره یا نداره. ضمناً این رو هم بدونید بعضی از افراد به علتهای ژنتیک پیریهای زودرس دارن. نکته دیگه مسئله فرسودگی و کار و نگرانی شدید. این هم خودش برای افراد فوق‌العاده مسئول سورس در واقع بیمیلی های جنسی میشه. علتش رو پیدا بکنید. بعد علاج داره، مطمئنن علاج داره. الان از شیوه های مختلف استفاده میکنن، به خصوص اگر روابطتون دوستانه، رفیقانه و
صمیمانه هست، حتی در بهترین ببخشید در بدترین شکلش، زن و شوهر امکان این رو دارن که عشق و صمیمیت و تماس و لمس و بوس و کنار رو از طریق خودشون انجام بدن و برای کمک گرفتن در مراحل ارضای جنسی برای همسرانشون، اگر روابط امن و سالم و الفت‌های عمیق وجود داره، از به اصطلاح وسائل کمک‌های فیزیکال جنسی میشه استفاده کرد که متخصصی که بهش مراجعه میکنید شما رو با این ابزار آشنا میکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم خانم. نکات بسیار